امروز در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان 10 قانون و سندهای دیگر مورد بررسی قرار گرفتند که بجز قانون درباره معارف تاجیکستان دیگر از سندها بدون بحث دپوتات ها به تصویب رسیدند. در مورد قانون درباره معارف تاجیکستان که مسئله گذشتن به نظام نو تحصیل از جمله به نظام 12 ساله تحصیل در سال 2020 که از طرف دپوتات ها به بحث تند و تیز روبرو شد گفته شد که آیا تاجیکستان امروز موافق این قانونی که حالا به تغییر اضافه ها نیاز دارد آماده هست که به این نظام نو وارد شود؟ چون که در پیام پرزیدنت تاجیکستان گفته شده بود که در سال 2020 تاجیکستان به این نظام نو تحصیل عبور می کند، اما وزیر معارف تاجیکستان نوردین سیدزاد در رابطه به این اظهار داشت که هنوز تاجیکستان آماده نیست، زیرا مسئله تعمیر و ترمیم مکتب ها، مسئله مبلغ همچنان از مشکلاتی هست که حتی به قول او در سال 2030 امکان دارد که تاجیکستان به این نظام نو تعلیم گذارد. و مسئله خود مکتب هایی که باید با نظام نو درست کرده شود نیز از سوال های دیگر بود که وزیر معارف گفت بیش از 3000 مکتب میانه که حالا در تاجیکستان وجود دارد همگی 1700 مکتب آن تعمیر شده است و به نظام نو آماده است، ولی درباره اون مکتب های دیگر هنوز گفت امکان مالی جای ندارد. همچنین در حاشیه این اجلاسیه در رابطه به مسئله اون بحث دیگری که در صفحه های اینترنتی در رابطه به دانش زبان روسی وزیر معارف جای داشته بود و از هر جانب با بررسی و نظرها انجامیده بود، امروز وزیر معارف با این مسئله پاسخ داد و گفت که این یک عملی سازمان داده شده بود که به خاطر ریختن آبروی اعضای حکومت و در نهایت خود حکومت تاجیکستان است که چنین عملها مخصوص انجام داده میشن، و او از مقامات انتظامی تاجیکستان خواهش نمود که به این مسئله مشغول شوند. وی گفت که البته به سطح تالستوی و داستایفسکی زبان روس را نمیدوند، ولی باید در جلسه هایی که در رابطه با مسائل معارف در مسکو و در دیگر کشورها در دایره اسنگ صورت میگیرد به زبان روسی صحبت میکند و آزادانه صحبت میکند و بیش از 100 مقاله های علمی به زبان روسی نوشته است، رساله نامزدی خود را به زبان روسی نویسته است و به زبان روسی حمایت کرده است. این به صورت عموم اینها از مسائلی بودند که امروز در اجلاس مجلس نمایندگان بررسی شدند و مورد گفتگو قرار گرفتند.